سلام به همسفران گرامی راه‌های تاریخ ایران، سرزمین گرامی همه ما ایرانیان، همه تیره‌ها و شاخه‌ها و اقوام و قبایلی که قرن هاست در کنار هم در این تکه از خاک پرگوهر زیسته ایم و زیستند. در پنجمین منزلگاه هستیم از منزلگاه‌های تاریخ. اساطیری عبور کردیم، سلامی به کاوه و آرش و جمشید شاه گفتیم و رسیدیم به پل میان دوران هخامنشیان و تاریخ داستانی ایران، یعنی سرآغاز تاریخ باستانی. از مادها اندکی صحبت کردیم و به نگین درخشان این دوران، یعنی زرتشت و آیین زرتشت نیز اشاراتی شد. واقعیت اینه که به سادگی نباید از این گذرگاه و از درب سرای زرتشت پیامبر ایرانی گذشت، نه به خاطر اینکه ایرانی بود، نه به خاطر اینکه تعصبی هست در مقابل بقیه ادیان، بلکه در مقابل محتوا و درون مایه آیین این پیام‌آور ایرانی که انصافاً یکی از زیباترین دین‌های جهان رو ارائه کرد و نمایندگی کرد و در متون اصلی و همونطوری که قبلا گفتم نه در دستگاه حاکمیت مغان زرتشتی و حکومت‌های وقت، هنوز این دین زیبایی‌های خودش رو در متون اصلیش ارائه می‌کنه. کمی در مورد زرتشت گفتیم، کمی بیشتر در مورد اعتقادات زرتشت میگوییم و میشنویم. آیین زرتشت مثل هر مسئله اجتماعی دارای زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، شخصی، فلسفی و روانشناسانی هست. مورخین و دانشمندان و اندیشمندان جهان نظرات مختلفی در مورد زرتشت ارائه کردند، من جمله علارغم اختلافاتشون کسانی مانند هرتسفلد، دیاکونوف، ویلدورانت، اقبال لاهوری معتقدند که پیام زرتشت پیامی روشن و زیبا بود و در ستونهای اصلی اون به سه موضوع خدا و انسان و طبیعت پرداخته. طبعا وقتی میگیم طبیعت، درختان و حیوانات رو هم در آیین زرتشت در بر میگیریم. زرتشت در پایه آیین خودش کلیه نیروهای خوب رو در اهورامزدا و کلیه نیروهای بد رو در اهریمن، یعنی همون پایه‌هایی که در نگاه اولیه آریایی ها وجود داشت، خلاصه می‌بینه، با این تفاوت که برتری و اصالت رو به اهورامزدا میده و در این میان کارکرد انسان‌ها رو برای یاری اهورامزدا می‌طلبد. یعنی در حقیقت اصالت دادن چیزی که اضافه میکنه زرتشت، به طور قوی اصالت رو میده به خیر و اهورامزدا. لینگر یکی دیگه از محققان در مورد زرتشت میگه در دین زرتشت معنای بسیار متحول خودش رو نشون میده که در ادیان قبل از او وجود نداشت
و اون هم این که دین زرتشت دینی است اکتیو و در نظرگاه او پهنه هستی و جهان آوردگاهی است که باید در اون به میدان اومد و در جهت خیر و نیکی و روشنی جنگید و مبارزه کرد و اینجاست که پایه‌های اخلاق درست زرتشتیان ریخته میشه. و در این میدان هر کس به قول این محقق سهم خودش رو داره. در آیین زرتشت بدترین عیب دروغ بود، زیرا دروغ رو منشأ تمام مفاسد و بدی‌ها می‌دونست و در مقابل راستی و کار و تلاش بهترین چیزها بود و راستی بود که قدرت اهورامزدا رو افسونی می‌بخشید به کمک انسان. و در حقیقت تو شعار اصلی آیین زرتشت هم گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک، هر سه اینها در حقیقت سه ستونی هستند که نماینده و نگاهبان راستگویی و درستکاری هستند. از نظر اجتماعی دین زرتشت دینی است که اقوام بشری رو از چادرنشینی به شهرنشینی میکشونه و شهرسازی، و به همین دلیل آیین زرتشت به تکامل جامعه اون روزگار سرعت بخشید. زرتشت با توجه به پایه‌های فلسفه دینی اون جبری مسلک نیست. جبری مسلک بودن یعنی همه چیز از پیش تعیین شده و یه پروردگاری هست که همه چیز رو تعیین کرده، بنابراین میشه با این فلسفه نشست گوشه و گفت رضا به داده بده و از جبین گره بکشای. ولی وقتی که انسان در تکاپوی خیر و شر عنصر تعیین کننده هست، هم فلسفه تاریخ در آیین زرتشت میتونه فلسفه روشن و اکتیو باشه، هم فلسفه زندگی و هم نشانی از نومیدوی است در اون پیدا نمی کنیم، زیرا باید مبارزه کرد، باید جنگید دوشا دوش اهورامزدا، و خدا و انسان دشمنان هم نیستند، یاران همند. و خدا کسی نیست که فقط ما بترسیم ازش و ستایش بکنیم، بلکه همکار اون هستیم. و این نکته بسیار بزرگی است که متاسفانه ما در تهاجم سالهای 21 به بعد هجری از دست دادیم. و من صریحا بگم ما به دلیل تاریخ جعلی هیچ وقت متوجه نشدیم که واقعا چه کلاه بزرگی سرمون رفت و چه چیزی رو از دست دادیم و چه چیزی رو گرفتیم. و اگر چیزی از مملکت ما باقی موند از فرهنگش، همون فرهنگی بود که عبور کرد به دلیل مبارزات ایرانیان و به طور ناشناس خلاصه به زندگی خودش ادامه داد. شما مقایسه بکنید کارکردهای آیین زرتشت رو. اینجا من واقعا میخوام یک نگاه مقایسه‌ای خیلی اشاره وار در رابطه با انسان، در رابطه با حیوان و در رابطه با طبیعت. مثلا در آیینی که در روزگار ما بر سر کار فارغ از هر حب و بغض، یک پروردگاری است در آیین زرتشت که مطلقاً انسان رو تهدید نمی‌کنه، در کنار انسانه. آیین زرتشت میگه باید یار اهورامزدا باشی و برای برآمدن خیر در کنار او بجنگی و برای راستی و نیکی مبارزه بکنی. این طرف یک پروردگاری هست قهار، قدرتمند، جبار، عنید، مسلط بر جهان، سرنوشت رو از قبل رقم زده، اگر از امرش سرپیچی بشه دوزخ هورناکش در انتظاره و امثال اینها. حالا ما وارد شیم مثلا ببینیم مقوله مثلا تو این دستگاه، مثلا مقوله زن چیست، مقوله مرد چیست، مقوله طبیعت چیست، مقوله حیوان چیست. در آیین زرتشت بریدن درخت زنده جرمی است نابخشودنی، یعنی یکی از طبیعت گراترین
دینهای دنیا، شاید برترین دینی است که به طبیعت احترام میذاریم. آب و نباد آلوده کرد، آتش از فرشتگان، از فرزندان اهورامزداست، تهدیدآمیز نیست، باعث روشنایی است. ولی همین آتش در دینی که آیین زرتشت رو از بین برد، محل و وسیله سوزاندن انسان‌های گناهکاره. یعنی اونجا شب تاریک رو روشنی میده و به انسان امنیت میده، اینجا وحشت میآفرینه و انسان رو میسوزانه. زنی که در آیین زرتشت تا دوره داریوش بر اساس اشاره اکثر محققان از مقام بسیار بالایی برخوردار بود و در جامعه مادی و جامعه بعد از مادها تا زمان داریوش، اشاره خواهم کرد بعدن، از حقوق بسیار بالایی برخوردار بود، در اینجا کشتزار مرد، ارثش نیمی از مرد دیش، واقعا خنده‌داره، نصف یکی از اعضای مرده، با تو خونه بشینه. در متون اشاره میشه که عقلش کمتره. اینو من در طول بحث ها موقعی که رسیدیم به دوره اسلامی بیشتر اشاره خواهم کرد، ولی یک نمونه رو من میخوام اینجا اشاره بکنم قبل از اینکه برسیم، چون جای اون اینجا هست. آیین زرتشت از درون جامعه‌ای در اومد که داشت به طرف تمدن به پیش میرفت و شکل گرفته بود، جامعه‌ای که پر از نعمت و زیبایی و جنگل و درخت و اینها بود، جامعه‌ای که طبیعت در اون مظهر زیبایی و شکوه و رحمت بود، و نیز فکر و اندیشه‌ای که آریایی‌ها داشتند و با خودشون آورده بودند و در اون نکات مثبت بسیار زیادی قرار داشت، چه در رابطه با انسان، چه طبیعت و چه خدا. از اون طرف آیینی اومد که در بیابان‌های خشک عربستان، قصد مقایسه است، فعلا نقد نیست، از درون یک غار توسط یک فرشته و با بشارت بهشت و تهدید جهنم. در این آیین زن میتونست اسیر بشه و پس از کشته شدن شوهرش مورد استفاده فاتحان قرار بگیره. نمونهاش زیاد، از زمان خود پیغمبر تا زمان خلفا، تا در حکومت امویان، تا حکومت عباسیان. دو تا نمونه خیلی بزرگ در تاریخ وجود داره برجسته در مقایسه کسی که به آیین زرتشت معتقده، یعنی کوروش، بنیادگذار اصلی ایران، و پیامبر اسلام محمد، بنیانگذار اصلی و نخستین کسی که اسلام رو از بطن تاریخ عربستان زایاند. او پیغمبر بود، این یک شهریار. داستان کوروش و پانتعا، همسر آبراداد، سردار ارمنی، در تاریخ ثبت شده، و داستان صفیه، همسر کنانت ابن ربی از یهودیان عربستان، و ماجرای محمد نیز ثبت شده. کوروش حدود 1400 سال قبل از محمد در یکی از جنگ هایی که داشت، خلاصه ارتش شهر رو تخلیه کرد و همسر آبرادات، فکر کنم که از سرداران بزرگ ارمنستان اون روزگار بود، منطقه‌ای که ارمنستان هست، دستگیر شد. پانتا به رسم فاتحان، زن کسانی که مغلوب شده بودند در اختیار فاتح قرار می گرفت. پانتا زنی بود بسیار زیبا و اطرافیان کوروش اون رو معرفی کردند به کوروش که این مال توست و خوبه اینو بیاریم برای تو. کوروش حتی حاضر به دیدن اون نشد. اینو قبلا من در یه مقاله مفصلی با اسنادش نوشتم و فقط اینجا اشاره میکنم. و دستور داد پانتئا رو با
گارد محافظ ببرند و به شوهرش برسونند و حتی حاضر نشد به دیدن این زن برای اینکه تحت تاثیر زیبایی اون قرار نگیره. 13-14 قرن بعد محمد در فکر کنم حمله به خیبر بود، پس از اینکه یهودیان رو مغلوب کرد و کنانة ابن ربیع از بزرگان یهودی رو به بهانه و به جرم اینکه جواهرات قوم رو پنهان کرده دستور داد شکنجه بکنند و داغ بزنند اون رو و زیر شکنجه کشته شد و گردنش زده شد توسط زبیر و یا علی، صفیه همسر 16 ساله اون رو بنا به رسم اون روزگار و چیزی که اسلام بر اون سعه گذاشته بود خلاصه متعلق به خود دونست و شباهنگام با او به بستر زفاف رفت. این دو تا کار کرده ما از افراد بیایم بیرون، از نقد محمد و مدح کوروش بیایم بیرون، از کجا ناشی میشه؟ ناشی از تفکری است که پشت این خابیده، ناشی از اعتقاد به یک نیروی است به نام اهورامزدا که پیرو این آیین، نگاهش انسانی است در حد روزگار خودش، نگاهش پاکیزه است و اونور بنیانگذار آیین اسلام تحت تأثیر کتاب و خدا و آیینی است و سنتایی است که کاملا تصرف زن مرد مغلوبی رو که گردنش زده شده بر خودش روا میدونه و با اون به بستر میره. این نمونها کم نیست و این یکی از دانه درشتاش هست که ما خوبه در پس پرده این راز و این واقعه راز اصلی رو ببینیم که از کجا ناشی میشه، از آیین و دین و نگاه یک ور زرتشت و یک ور محمد. در آینده نمونهای دیگر رو خواهیم دید موقعی به سقوط دولت ساسانیان برسیم و کارهایی که در ایران شد و چیزی که به ضرب شمشیر تحمیل شد و کم کمک ما به اون عادت کردیم و پذیرفتیم و تغییرش دادیم. این یک اشاره کوچک و ادای احترام و ادبی بود نسبت به زرتشت. تو همین رابطه ما میتونیم خیلی چیزها رو ببینیم، مثلا مقوله حیوانات رو. شما میدونید سگ کثیف‌ترین و آلوده‌ترین حیوان هست در فقه اسلامی. 7 بار ظرفی رو که سگ دهن زده باز شست، در حالی که همین سگ در آیین زرتشت یکی از محترمترین حیوانات، نگهبان خانه است، نگهبان اموال هست خلاصه، و از ارواح بد مردگان رو پاسداری میکنه. مقامش در معبد نوشتن در کنار مغ بزرگ، موقعی که دعا میکرد 2 سگ قرار میدادن، وقتی کسی میمرد سگ رو در کنار جسد اون تا 3 روز قرار میدادن تا ارواح شریره رو بتاراند. و نمونه های زیادی است که در آیین زرتشتی که اگر کسی به سگی استخوان سفت بده، دندان سگ بشکنه، جریمه خواهد شد و گناه بر او خلاصه گناه خواهد کرد در رابطه با حیوانات. یا در رابطه با زنان شما نگاه بکنید، زنانی که در شاهنامه 26-27 تا نمیدونم چند تا زن هست، به جز یک نفرشون سودابه که قاتل سیاوشه، بقیه اونها چهرهای بسیار پرشکوه و زیبا دارند، از گرد آفرید جنگاور گرفته تا رودابه مادر رستم و همسر زال که در حقیقت مادر ایران زمینه، تا خود سیمرغ که ماده است و یک زنه و در حقیقت حافظ ایران زمینه، تا منیژه و خیلی های دیگه. یعنی زنانی جنگاور زیبا که در رزم چون شیر می‌غرند و در زندگی عاشقانه خودشون اینقدر آزادند که مثل دخت شاه سمنگان نیمه شب به بالین رستم میره و
رستم رو اون برای خودش انتخاب میکنه. حالا این ور شما نگاه بکنید، در گذشته در جنگ هایی که در صدر اسلام رخ داد، در بردن هزار هزار و ده هزار ده هزار زنهای ایرانیان و فروش در بازارهای مدینه، تا دوره بوکو حرام و داعش و حزب الله و نمیدونم به طالبان افغانستان، که در نگاه اونها این ماجرای زنان ایزدی رو تو سوریه و با داعش خوندید که تو بازار به قیمت 400 دلار تا 10 دلار اینا رو میفروختن، و این ادامه سنتی است که در زمان محمد زنهای یهودی رو با بچه 60 درهم میفروختن، و این تفاوت دوتا آینه. از این مرحله بگذاریم، باز خواهیم رسید در طول تاریخ و مقوله مادها رو دنبال کنیم. درباره مادها اندکی گفتیم، ولی واقعیت اینه که مادها موقعی سقوط کردند که، یعنی سقوط مادها فقط به دلیل قدرت گرفتن پارس ها و کوروش نبود، یا ماجرایی که به صورت افسانه آمیخته با افسانه بیان میشه که آژیداک خوابی دید که از شکم دخترش تاکی روید و تمام آسیا رو فرا گرفت، و بعد فهمید که این دخترش بچه خواهد آورد که امپراتوری اون رو، اون دولت اون رو تهدید خواهد کرد، سعی کرد کودک رو خلاصه از بین ببره، اون رو سپرد به هارپاک وزیرش که بکشه، و هارپاک اون رو رفت به چوپانی سپرد. و بعدها وقتی کوروش بزرگ شد، آژیداک فهمید و میگن که فرزند هارپاک رو کشت و گوشت اون غذا درست کرد و به خورد هارپاک داد، و از این چیزها که حالا اصل ماجرا چی بوده، احتمالاً خشونت‌های در کار بوده، ولی به این صورت معلوم نیست. در هر حال دولت مادها در حالی که به اشرافیت و خوشگذرانی دچار شده بود، و دیگه مادها اون مادهای جنگاور 100 سال قبل نبودند، چون مادها حدود 150 سال بر بخشی از خاک فلات ایران اون روزگار حکومت میکردند، مادها اون مادهای اولیه نبودند. کلاگیس میذاشتن، لباسهای گرانبها میپوشیدن، مردانشون نوشتند که آرایش میکردن، این زنها زیر ابرو بر میداشتن، سرخاب و وسمه میکشیدن، آویزهای طلا و جواهر بر خود میآویختن، و لباسهای پرشکوه و مشغول خوشگذرانی بودند. و در این شرایط بود که پوسیدگی دولت مادها شروع شد و تلیعه کوروش از راه رسید. کوروش بسیار هوشمندانه عمل کرد، به طوری که تا مدت‌ها بعد از سقوط مادها در حقیقت دولت‌های اطراف نفهمیدند که دولت ماد سقوط کرده، و فکر می‌کردند با همان دولت قبلی سر و کار داره. کوروش که بنیانگذار دولت هخامنشی است در تاریخ ایران، در حقیقت کوروش اول نبود. واقعیت اینه که کوروش دوم بود، زیرا قبل از او چند نفر از اجدادش به صورت شاهان کوچیک در حقیقت بر تخت شهریاری تکیه زده بودند. یعنی منطقه پارس پدران او چندین سال و تا هخامنش جد اعلا به صورت منطقه حکومت میکردند. و اما شرایط روی کار آمدن کوروش به این صورت بود که در اون دوران تمام آسیای غربی میان دولت ماد، دولت بابل و ایلام تقسیم شده بود. در نواحی غربی تر حکومت لیدی بر سر کار بود، و دو تا در این میان اینقدر قوی شده بودند که برای هم خطر ایجاد میکردند، یکی بابلی ها بودند و یکی مادها. کوروش که در حقیقت نوه آژیداک بود و از دختر او به دنیا آمده بود، چند سالی از عمرش رو در دربار آژیداک و در همدان سپری کرده بود، و با هوشیاری تمام دریافته بود که
این وضع قابل دوام نیست و باید جغرافیای سیاسی منطقه رو تغییر داد. در پایان پس از تضعیف دولت ماد، زد و خوردهای پادشاهان ماد با دولت‌های اطراف، شطرنج تاریخ تغییر کرد و کوروش در سالهای حدود 550 قبل از میلاد فرصت این رو پیدا کرد که زمام رو در دست بگیره. علت چه بود که بابلی‌ها و مادها جنگ رو شروع کردند و مادها هنوز قوی تر بودند و دولت پارس، دولت کوچک پارس از اینا اطاعت میکرد. درست مثل روزگار ما که وقتی جنگ شروع میشه بعضی دولت ها کنار بعضی دولت ها میستند و صف میکشند، مثل جنگ جهانی دوم فرضاً ژاپن و آلمان و ایتالیا و اسپانیا کنار هم ایستادند و انگلیس و آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی کنار هم دیگه. اون زمان هم حالا به طور ضعیفتر همین وضعیت ادامه داشت. در این شرایط بابل، در حقیقت نبونید پادشاه بابل قصد داشت که خلاصه دولت ماد رو تضعیف بکنه و به همین دلیل با کوروش علیه دولت ماد متحد شد و جنگ شروع شد در حقیقت بین پارس و ماد. طی دو جنگ حکومت 150 ساله مادها در هم پیچیده شد و کوروش در حقیقت زمام قدرت رو در دست گرفت و درست در همین نقطه بود که شناسنامه تاریخی ایران توسط کوروش مهر شد و ایران پا به عرصه تاریخ با اسم و جغرافیای مشخص گذاشت. امروز هم اگه میبینیم بعد از 2500 و چند سال، 500 و حدود 70 سال، علارغم همه تلاش هایی که فرضاً جمهوری اسلامی در رابطه با پوشاندن گذشته ایران و نام کوروش و اینها میکنه و سعی میکنه که نام مثلا ائمه و نمیدونم مقدسین رو جایگزین بکنه و فضا رو عوض بکنه، میبینیم شکست خورده در مقابل یک نام و یک خاطره تاریخی که هیچ پشتیبان خلاصه متشکل سیاسی و نظامی در ایران نداره. میبینیم که از درون مردم، برای اینکه یه واقعه تاریخی و فقط زمان لازم بود تا اینکه یک حکومت سراسر مذهبی شیعی سر کار بیاد، مردم 40 سال این حکومت رو تجربه بکنند و پس از این تجربه بیاندیشند به ریشهای خودشون. با ورود کوروش به صحنه تاریخ ما با سرآغاز تشکیل یک دولت عظیم و بزرگ روبرویم، دولتی که اقوام و تیرها و قبایل رو در هم میامیزه، سرزمین ها رو در هم میامیزه و وسعت ایران رو به واقعا وسعتی سرگیجه آور میرسونه. کنش و کنش های تاریخی اینجا شدت میگیره و اما وضعیت اون دوره چگونه بود؟ کوروش بعد از اینکه مادها رو شکست داد، بر اساس اسناد تاریخ با فرمان روایان ماد به خوبی رفتار کرد و این سنتی بود که تا پایان به اون وفادار موند. هر جا رفت، من جمله در بابلون بعدها، با خوبی و محبت رفتار کرد و سعی کرد تا جایی که مقدور هست از کشت و کشتار و غارت جلوگیری بشه. کوروش با شناخت دوران خودش خیلی خوب مختصات روزگار خودش رو دریافت و فهمید که دور تا دور قلمرو شهریاری اون
و پارس ها و ماد ها دولت های جرار قرار گرفتند که اگر او موفق نشه اونها رو شکست بده، اونها او رو خواهند بلعید. و به همین دلیل برای اینکه پارس و ماد بلعیده نشه، نخست همدان رو فتح کرد و تحت نظارت دولت پارس قرار داد و بعد این شرایط خطرناک رو برای اینکه عوض بکنه شروع کرد به لشکرکشی های متعدد. همینجا بگم که کوروش یک نابغه نظامی بود، میگن که عرابه تیغدار رو که در حقیقت وظیفه تانک های امروزی رو به عهده داره، عرابه های تیز رو که توسط چند اسب کشیده میشد بر روی این عرابه تیراندازان قرار داشتن و در دو طرف محور چرخهای این عرابه دو تا داس فوق العاده تیز و نیرومند کار گذاشته شده بود که موقع اسبا میتاختند با درو کردن ساقهای جنگاوران دشمن دقیقا صفوفشون رو در هم میکوبید و این یکی از رازهای پیروزی کوروش در جنگ ها بود، وسیله خشن و خونریز ولی جنگ است و خشونت که در این میدان حکم روایی میکنه. اجالتا در همین نقطه و در لبه میدان جنگ کوروش با دولت‌های اطراف پس از فروکوبیدن دولت مادها متوقف میشیم و در منظر ششم به ادامه روزگار کوروش خواهیم پرداخت. موفق باشید.